خب پس این حالت سرطانی میتونه در این گره های سیستم لنفاوی به وجود بیاد و باعث ایجاد سرطان بشه. تفاوتی که بین لنفوم هاچکین و غیر هاچکین از نظر بافت شناسی و پاتولوژی وجود داره، وجود سلولهای تیپیکی در است که زیر میکروسکوپ کاملا دیده میشه. سلولهای تیپیکی به نام رید استرنبرگ هستش که این سلولها در لنفوم هاچکین وجود دارن ولی در لنفوم غیر هاچکین وجود ندارن. و در نهایت لنفوم غیر هاچکین به گرید بالا و گرید پایین هم تقسیم بندی میشه. که البته دیگه من اگه بخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم باز از ژنتیکش خارج میشم و وارد مدیکال آنکولوژی میشم، دیگه وارد جزئیاتش نخواهم شد. توی این اسلاید ما میخوایم در مورد عوامل و دلایل ایجاد سرطان صحبت بکنیم. همونطوری که قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، این هستش که سرطان یک بیماری مالتی فاکتوریال هست، یعنی تحت تاثیر محیط و تحت تاثیر ژن. خب حالا چهار عامل بسیار بارزه به وجود آورنده سرطان رو ما اینجا برای شما آوردیم. مورد اول همون جهش‌های ژنتیکی هستش که باعث ایجاد سرطان میشن و همچنین بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، مثل چاقی یا مثل نقص سیستم ایمنی یا بیماری‌هایی که باعث ایجاد مهار در سیستم ایمنی میشن. این بیماری های زمینه ای و همچنین جهش های ژنتیکی که حالا میتونه توارثی باشه یا میتونه به صورت اکتسابی یا محیطی باشه یا سوماتیکی باشه، اینها باعث ایجاد سرطان میشن، یعنی زمینه رو برای ایجاد سرطان فراهم میکنه. مورد بعدی لایف استایل هستش. اینکه فردی دخانیات مصرف بکنه یا نکنه، اینکه فردی ورزش بکنه یا نکنه، اینکه فردی خواب درستی داشته باشه یا نداشته باشه، یا اینکه رژیم غذایی سالمی داشته باشه یا نداشته باشه، کاملا افراد رو مستعد ابتلا به سرطان میکنه. و خب قاعدتا کسانی که دخانیات مصرف میکنن یا اینکه ورزش کافی در طول روز یا فعالیت روزانه زیادی ندارن که سیستم خواب درستی نیست، خوب استراحت و خواب درست ندارن و اینکه اگر رژیم غذایی درست و سالمی نداشته باشن، تمام اینا باعث میشه که در طولانی مدت فرد مستعد ابتلا به سرطان بشه. مورد بعدی پاتوژن ها هستش، مثل ویروس ها و باکتری ها. اینها هم میتونن به نوعی افراد رو مستعد ابتلا به سرطان بکنن. مثالی که میتونم خدمتتون بگم ویروس HPV هست، پاپیلوما ویروس، که باعث ایجاد سرطان سرویکس در خانم ها میشه. و همچنین یک باکتری به اسم هلیکوباکتر پیلوری که افراد با وجود این باکتری در بدنشون امکان داره که مستعد ابتلا به سرطان معده بشن. و مورد آخر آلودگی های محیطی و کارسینوژن هایی که در محیط وجود داره، از جمله آلودگی هوا، پرتو خورشید UV یا پرتو X. اینها همه عواملی هستش که میتونه باعث ایجاد سرطان در افراد بشه، یا حتی مواد شیمیایی که در مواد غذاییمون متاسفانه هست، سموم کشاورزی که در محصولات کشاورزی میزنن وجود داره، اینها رو ما مصرف میکنیم و در طولانی مدت امکان ابتلا به سرطان در افراد بیشتر میشه. تو این اسلاید ما میخوایم در مورد نحوه رشد سرطان با هم صحبت بکنیم. از سمت چپ حالا شروع میکنیم با هم. همونطور که میبینید سلول نرمال وقتی درش جهش یا تغییر ژنتیکی به وجود میاد باعث ایجاد یه تغییر میشه. حالا الان این ستاره نارنجی رنگی که شما مشاهده میکنید روی اسکرین نشون دهنده که تغییر ژنتیکی هستش که به وجود اومده. پس این تغییر ژنتیکی باعث شده که سلول نرمال به سلول سرطانی تبدیل بشه. این سلول سرطانی چون جهش پیدا کرده شروع میکنه به رشد کردن.